کارم یک مرد سیقل میده، جلا میده، مثلا جوهری مثلا یک مرد، آبروی یک مرد کار از صبرش. لقمه حلال در آخر زمان پیدا کردنش سخت‌تر از شمشیر زدن در راه خدا است. سید محمد حسینی هستم، یکی از مبلسازان شهر مزار شریف که مدت 15-16 سال میشه مصروف کار مبل، الماری، تخت خواب، میز، چوکی، میز، کابینت آشپزخانه، مصروف همه کارها هستیم. مبل سازی در عموما یک رشته بسیار خوبی است، یک رشته است که زیادتر در اقتصاد مردم وصل است. اگر اقتصاد مردم خوب باشه، اقتصاد مردم رو به رشد باشه، بیشتر مردم از لحاظ کابینت آشپزخانه، الماری برای مثلا خانه خود مثلا جور میکنن. متاسفانه فعلا اقتصاد مرد به افغانستان خوب نیستم برای فعلا. دیگه یک صنعت مبل سازی هم تقریبا خیلی وضعیت در افغانستان خراب است، به اصطلاح بگم که فعلا کارش بسیار کم است. شش سال پیش دوره 11-12 تا شاگرد بودیم، تقریبا خیلی کار زیاد داشتیم، حتی کارهای فرمایشی را که ما مثلا همه کارهایی که خب فایدهش زیادتر بود را بگیرتم، در کم بود مثلا صرف نظر میکردیم چون کار زیاد بود خیلی. اما برای فعلا کار خیلی کم است. ما مثلا در این شرایطی فعلا که اصلا شاید اگر یک هفته کار داشته باشیم، دو هفته دیگه مثلا بعضی وقتا بیکار هستیم. قبلانا یک متر کاری که مثلا کابینه داشت پس خانه بود، متر 1000 روپه تا 2000 روپه تا 1500 روپه تقریبا وجریش بود یا فایده داشت که مثلا یک نفر کار میکرد. برای فعلا یک متر کابینه داشت پس خانه رو کار میکنین، شاید خانه 500-400، چون به خاطری که بیکاری است، هر کسی که مثلا کار دگیرش آمد برای هر اندازه که مثلا بودن کار میکنن دیگه، دنبال از این نیست که مثلا قیمت بالا باشه یا قیمت مناسب باشه. صداقت و محکمکاری و کاری مثلا پاکیزه تقریبا در همه صنعت ها مثلا حرف اول میزنن. یک حدیثی از آقا امیرالمومنین علیه السلام است، اگر اشتباه نکنم در نهج البلاغه است، که میگه که بزرگترین تفریح، اگه شبا نکنه بزرگترین تفریح، میگه کار است. کارم یک مرد سیقل میده، جلا میده، مثلا جوهری مثلا یک مرد، یا امو چی بگم، امو سربلندی یک مرد، آبروی یک مرد کار است صبرش. مثلا مختلفه دیگه که چی کاری باشه، ولی مرد باید که مثلا مرد کسی که سرپرست خانواده باشه باید حقیقتا تلاش بکنه در هر رشته کسی کار باید بکنن. کار یک خوبی داره که خیلی از غم ها، خیلی از غصه ها، خیلی مثلا از مشکلات هایی که مثلا پیش میاد، چون آدم در زمانی که وارد کار میشن همهشون فراموش میکنن، چون در فضای کار که آدم قرار میگیره، چون کار خودش یک نعمت است. لقمه حلال در آخر زمان پیدا کردنش سخت‌تر از شمشیر زدن
در راه خداست. یک حدیث هست و فکر میکنم در آخر زمان یک لقمه حلال پیدا کردن سخت‌تر از این که تو شمشیر در راه خدا بزنی جهاد بکنی. برای فعلا واقعا رزق حلال پیدا کردن بسیار سخت شده، به خاطر از اینکه میگم که وقتی تو یک مؤمن یک بنده خدایی که میاد تو مثلا کارم و فرمایش میده میگه خب نمک کار سیه بکو، حقیقتا باید از موال اولیه مثلا تمام کارش رو باید کار بکنید. خب اگر از نفری که بریش بگیم از مواد اول کار بکنیم، بعد مواد دوم کار بکنیم، از مواد های مثلا ارزان کار بکنیم، خب اینجا فایده زیاد میمونه. ولی فایده زیاد کسا با حرام مخلوط میشه، دروغ میشه نگه چیزی که گفته میشه. ولی یک کم است حلال است. یعنی کم اگر انسان بدل یک کم قناعت بکنه، حقیقتا هم لقمه که به دست میاره لذت بخش است، هم مثلا وقتی برای خانواده خود میبرن، خانواده‌شون به وقت لقمه حلال می‌خورن، فرزنداشون فرزندای سالم به وجود میاد، مثلا فردای سالم به وجود میاد، فردای از این لقمه مثلا فرزندایی که تقدیم جامعه میشن از این لقمه استفاده میکنن، از تغذیه میکنن، فردا اینا در جامعه رشد میکنن. در باره مشکلات اقتصادی خانواده برای فعلا تقریبا آدم پسمان میشه. چون تقریبا برای فعلا وضعیت اقتصادی مثلا کار خوب نیستن، باید مثلا آدم از پس کارهای مثلا مکتب و درس و بس و مثلا بچه هم برای از حساب خانه هم تقریبا کمبود نداشته باشن. کمبودی های فعلا زیاد حس میشن، کمبودی زیاد مثلا هم در بخش اقتصاد خانواده، در بخش مثلا بچه ها، در بخش مثلا خوراک، مثلا چی هست. خب هر چیز ما مثل سابق نیستن دیگه، مثلا در بخش غذاهایی که مثلا برای خانه سابقا سر صفر هر رقم غذایی که مثلا چی میکنیم اونا رو بسیار محدود کردیم، تقریبا بسیار کم فعلا مثلا قانع هستیم، چون وضعیت کشور تقریبا نمیره خمس وضعیت کاربار است. از این لحاظ حساب که بخوایم بچه ها رو مثلا مکتب های شخصی روان بکنیم که از برای فعلا تقریبا نمیشه با مثلا با کارباری که فعلا هست، واقعا خرج روزگار تقریبا کفاف نمیده. ما خودم 6 اولاد دارم میشه، 2 تا دختر دارم، 4 تا بچه دارم میشه. دخترم مدرسه میره، یک بچه هم مثلا مدرسه میره، یک بچه مکتب دولتی میره، دیگه دو تا شون فعلا خرد هستن تقریبا. جهانی کارگر را برای کارگرها و کسب و کارهایی که در افغانستان اکثرا بیکار هستند، دیگه کشور رنج میبرن از دست بیکاری، از دست شرایطی فعلا که مثلا برای کشور ما شدن، تبریک میگم. مثلا در حالی که بیکار هم هستن برایشون تبریک میگم، خب یک زمان اینا کارگر بودن، زحمتکش بودن، و برای دوستایی که فعلا مصروف کار هستن، مثلا در هر کاری که هستن، انشالله از خدای متعال سربلندی و عزت و سلامتیشون خواهان هستم.